ستاد انتخاباتی احمد شفیق نامزد سکولار انتخابات ریاست جمهوری مصر مورد حمله قرار گرفت و قسمت‌هایی از آن در آتش سوخت. این آتش سوزی بلافاصله مهار شد و مجروحی به جا نگذاشت. حمله به ستاد انتخاباتی آقای شفیق ساعتی پس از آن صورت گرفت که کمیسیون انتخابات رسما او را به عنوان یکی از دو نامزد راه یافته به دور بعدی معرفی کرد. آقای شفیق به همراه محمد مرسی نامزد گروه اسلامگرای اخوان المسلمین که در دور اول پیروز شد به دور بعدی انتخابات راه پیدا کرد. یکی از حامیان او میگوید مهاجمان عده اوباش بودند که بدون دلیل به این ساختمان حمله کردند. او میگوید صندوق رأی باید تصمیم گیرنده نهایی باشد. راهیابی احمد شفیق به دور دوم انتخابات اعتراض هایی را در میان مردم قاهره برانگیخته است. دوشنبه شب صدها نفر از معترضان با آقای شفیق که او را از بازماندگان حکومت حسنی مبارک میدانند در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. احمد شفیق در زمان حکومت حسنی مبارک سالها یکی از عالی رتبه ترین مقام های ارتش بود و در آخرین ماه های حکومت او برای مدت کوتاهی نخست وزیری را به عهده گرفت. تجمع دوشنبه شب درگیری های کوچکی بین حاضران در میدان تحریر روی داد، اما کسی آسیب جدی ندیده است.